شریعت هست، همچو اعمال جنایتکارانی که از دست انسان اتفاق می رخ میده، او هم نامش مسلمان میگه نام خوده. ای کاش نام خوده یک حیوان درندن میموندن بازی کار میکردن، هیچ میگفتن که یک حیوان درنده است که بعد قالب یک انسان در آمده، خلاص نام خوده اسلام و مسلمان میگیره. و این لکه بزرگ است که اسلام را هم لکه دار میکنه، پیامبر گرامی ما را که او پیامبر بود که یعنی آیات قرآن در موردشان میخوانم، اونا را هم بدنام کردن. خب آیا اگه او پیامبر ما بهترین بوده که امت به بدترین راه میره، چی سود داشته اصلا؟ چی سود داره؟ جوری که ما همو پیامبرام به شدت بدنام کرده باشیم. و این جای بسیار تأسف است. خب بیننده گرامی، میریم با یک کمرشل دومی میریم و اعلان تجارتی منظورم است و دوباره در خدمت تان هستم و صحبت های ادامه میدیم. رستوران زعفران هفت روز هفته با غذاهای لذیذ و سرویس برتر در خدمت شما. رستوران زعفران با سالها تجربه در امور کیترینگ آماده پذیرایی از جشنها و مهمانی های شماست. جمعه و شنبه شبهای خود را با موزیک زنده در فضای زیبای رستوران زعفران پرخاطره سازید. تلفن 714-538 پرواکتیو پلاس، محصولی جدید برای برطرف کردن جوش‌های صورت شما. پرواکتیو پلاس نه تنها جوش‌های صورتتان را از بین می‌برد، بلکه پوست صورت شما را بسیار بسیار تمیز و شفاف نگه می‌دارد. با تلفن 1-800-386-1052 تماس بگیرید و با پرداخت فقط $29.95 با جوش‌هایتان خداحافظی و با پوست تمیز و لطیف و شفاف دل خود و او را شاد کنید. 1-800-386-1052. اگر به دنبال شیک‌ترین مبلمان و دیگر وسایل خانه خود در طرح‌های تردیشنال، مدرن و ترانزیشنال هستید، از بنتیز ایتالیا دیدن فرمایید. در بنتیز ایتالیا تمام طرح‌ها در زیر یک سقف فراهم شده و با استفاده از بهترین رنگ، پارچه، طرح به سراسر دنیا صادر می‌شود. 310-768-3814. بنتیز ایتالیا با بیش از 25 سال سابقه از شما دعوت می کند تا از شوروم خود در 18554 ساوت سوزانا رود در شهر رانچو دومینگس در نزدیکی فریوی 405 و 710 یا از بنتیزایتالیا.com دیدن فرمایید. 310-768-3814. میگویند از دو چیز در زندگی نمیتوان فرار کرد: مرگ و مالیات. کلید رهایی از بدهکاری مالیاتیتان در دست ماست. IRS برنامه مخصوصی برای کاهش بدهی‌های مالیاتی دارد که افراد مجرب و آگاه در وال ان اسوسییتس با استفاده از این برنامه میتوانند بدهی شما را به IRS به مبلغی بسیار بسیار کم کاهش دهند. اگر از نامه‌ها و تلفن‌های IRS خسته شده اید و یا اگر IRS از حقوقتان هر ماه مبلغی را برداشت می‌کند، با وال ان اسوسییتس تماس بگیرید و به تمام این مشکلات خاتمه دهید. تلفن 800-601-2913.
Do you have an idea for an invention or a new product? Brian and Alice Jagosch, the inventors of the halftime drill driver, did. They invented a power drill attachment that lets you drill, flip, and drive in seconds. Brian and Alice licensed their invention to the company that brought you the Snuggie, and it's now selling in major retailers nationwide. Look for the Invent Help Caveman on the package. If you have an invention that you would like to try to patent and submit to companies for possible review and want free information on how InventHelp may be able to assist you, call now. InventHelp is America's largest inventor service company with sales offices in more than 60 cities nationwide. Call InventHelp today for free information. Our clients made a financial gain with their invention, but this is just their individual result. Brian and Alice's experience is not typical, as only a very small number of inventions are licensed or sold in stores. For your free inventor's information, call 1-800-545-6014. That's 1-800-545-6014. خب بیننده گرامی، باز هم با عرض سلام مجدد خدمت شما و ما همونطور که یاد کردم البته صحبت وقت ختم شد یا صحبت ها تمام شد بگویم، حتما ما یاد میکنم یادآور میشم که دوستان میتونن زنگ بزنن و باز صحبت ها را ادامه بدیم، چون مطالبی هست که ما میخوایم یک اندازه یک نتیجه برسیم در این برنامه که امروز ما سر پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم سرش صحبت میکنیم. البته یام یک صحبت است که خب به شکل نیست که خدا نخواسته من سر شما تحمیل بکنم نظر و عقیده خود را، فقط نظر خود ابراز میکنم. ما انسان ها باید بهترین ها را انتخاب بکنیم، با استفاده از عقل سلیم خود بهترین ها را استفاده بکنیم، ببینیم که چی معقول و درست و پسندیده به نظر میرسه. و من همی آیه 144 سوره آل عمران خدمتان خواندم، یا ای که پیامبر گرامی ما را خداوند معرفی میکند من ایس یک بشر. در آیه سوره کف سوره اجدام قرآن پاک و آیه 110 همش است که خداوند یاد میکنه که قل بگو محمد صلی الله علیه وسلم انما انا بشر مثلکم، بگو که من بشر مثل شما هستم، انسان مثل شما هستم. قرآن کریم میگه، البته اینه من نمیگم، بگو از بر خود پیامبر خدا میگه که بگو بر امتت که تو یک بشر مثلکم، مثل شما هستم. حتی شاید شنیده باشین که ما خودم خواندیم، شنیدیم که پیامبر خدا سایه نداشت. متاسفانه هم چون چیزهای دروغی رو شنیدیم هستن، به این حد بالا بردن که پیامبر رو از سطح انسانیش کشیدن است که انسان آیا گناهکار میشه؟ اگر خداوند بگیره سخت گناهکار میشه انسان ها، با همچون نظرات و نظریات یا عقایدی که داره. پیامبر سایه نداشت مگر انسان. خب قرآن کریم یاد میکنه که انما، بگو که انما انا بشرم مثلکم، مثل شما بشر هستم. و پیامبر خدا در طول حیات خود نشان دادن
که بشر مثل ما و شما بودن، میخوردن، اگر نمیخوردن حتما گرسنه میشدن، مینوشیدن، اگر نمینوشیدن تشنه میشدن، کار زیاد میکردن خسته میشدن، ازدواج کردن، اولاد به دنیا آوردن، بالاخره مریض شدن و بالاخره حیات خود را دنیا را رها کردن، رفتن در امان خدا باشن مثل یک انسان عادی دیگه. البته میگه یک چیز به خاطر ما آمد که امروز یک دوست وعدام کردیم، یک دوست برام فکر میکنم از طریق تلویزیون گفته بودن، ما وعده کردم که یک روز کمک مطالعه بکنم در موردش، که در مورد از اینکه پیامبر خدا که وفات کردن آیا وفاتشان به طور طبیعی بود یا ایست که مسموم شدن، که من خواندم اکثر وبسایت ها و اکثر جایی را که من لازم دیدم که باید بخوانم، که متاسفانه چیزایی هست که میگن که مسموم شدن. بیشتر پیروای اهل تشیع ما، مسلمین تشیع و مؤمنین تشیع اینا معتقد هستن که او را مسموم کردن. چیزهایی هست اما هیچ چیز نمیتونه که به شکل ثابت انسان عرضه بکنه، به شکل ثابت و اینا برای دو ثابته که راستی اونا مسموم شدن یعنی، چرا اکثریت مسلمان ها به یقیده است. و هم البته به این معنی نیست که هر وقت اکثریت هر چیز شد اکثریت درست میگه، نه اونطور یک مبو عقیده نیستم، اما اکثریت مسلمان ها به یقیده است، چون اکثریت سنی مذهب هستن، اونا به یقیده هستن که به مرگ طبیعی خود وفات کرده، در حالی که یک تعداد روایات دیگه میگن نه اونا مسموم شدن. اما هی کاش از اون در اون موقع یک اتوپسی می بود، یک تکنیک و تکنولوژی می بود که یک چیز شواهد اینایشان می بود که آدم سر از اون صحبت میکرد، که چیز واضح واضح در دورانا نبود و هیچ چیزی نبود جزی که چشم دید مردم، یک تعداد روایات چشم دید یا نظراتی که مردم و دوستای اینا دادن. من خطا بگیرم با اجازهتان، بسیار افه میخواییم که قطع کرد چیز شد، من اشتباهاً دو سما میتونه زنگ بزنه دوباره، من سهوان گوشی رو برداشتم، اصلا عادتاً من خب این کار نمی کنم در تلویزیون، به او خاطر چیز شد قطع شد، من انشالله که باز خدشانه میگیرم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. السلام علیکم آقای وسیم. سلام برادر گل. بله برادر محترم، اول امی خداوند انسان ها را یک تعدادش امی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی به بهترین وجه درست کرده، و یک تعدادش اسفل سافلین. بله سافلین یعنی کلگی انسان ها یکی نیستن، درسته؟ یکی نیستن ده. یک تعداد شمون فی احسن تقویم هست، دیگه اصفال سافلین یعنی مپسترین خلقت الله هستن. شما و محمد صلی الله علیه السلام که یکی از بهترین مخلوقات هستن و یک مرحمت الله و سبحانه و تعالی است به تمام مخلوقات محمد صلی الله علیه وسلم. دیگه شما گفتین که این دیگه سهم شیطانه، سهم شیطانه، همین سهم شیطان شما در کجا، در کدام، یا در قرآن یا در کدام حدیث هستک؟ این میره برای ما مصفحه جایش شما بگوین. شما دیگه ایتو نکنین آقای وسیق که چیزا را بدعت کنین، چیزا را از دل خود بکشین بگوین. بلی. شما اگر لطفا اینمی چیزا بگوین برای ما در کجا، در کدام صفحه، انشالله دام انشالله ما اگر بتانم اون را پیدا، در قرآن کریم که هیچ آثاری چیزا نید برادر گلم، در قرآن کریم من خدمتتان بیان کردم که آثار همچو چیزها وجود نداره در قرآن کریم. چرا قرآن کریم آیات چه خدمتتان خواندم، آیه سوره انعام آیه 125، سوره نحل آیه 106، سوره زمر آیه 22
و سوره شرح که سوره 94 قرآن پاک از آیه اول خدمتتون یاد کردم که اونا به شکل فیزیکی یاد نمیکنن. مطمئنی که براتون بیان میکنم چرا نه، اگر من پیدا کنم که بتونم درمو موارد، ولی کتابا بسیار چیزای نوشته است. خب اگر برادر ما شاید شما خی همو کتاب نخوندین یا کتاب دیگه را خوندین، یا شاید من نمیفهم که برادر ما خیلی چی را خواندین، شما کدام یک کتاب دیگه را خواندید که را معتقد می هستین که سینه‌شان را پاره کرد، قلبشان را شست. و ای کاش اگر بتانم اطمینانم را میارم، گرچه من به اون چیزا معتقد نیستم اصلا، اما اگر پیدا کردم حتما خدمتتون چرا نمیارم. اما در کتاب ها زیاد نوشته شده برادر، ولی اگر یک کمک برین در یک وبسایت برین امی مطالب را شما جستجو بکنین، سرچ بکنین، حتما در یک مطلبش نید، در یک سایت نید، در یک سایت دیگه پیدا میکنین. یا اگر کتابایی که شاید ما در این کتابا، در این کتابا، کتابایی که ما دارم نیه اصلا چیزا وجود نداره، در این کتابا تذکر ندادن، اما اگر ما پیدا کردم حتما از کتابای روایات و تاریخ اینا حتما چرا در خدمتتون میرسانم. اما هدفی است که پیامبر گرامی ما را از سطح انسانیش بالا نباید ما خود ما نباید بسازیم، چرا این بسیار زیاد مهم است و ما باید دیر در نظر بگیریم. خب امی آیه را که من خدمت شما خواندم که آیه سوره کهف آیه 110 خدمتتان خواندم که خداوند می فرماید که بگو محمد صلی الله علیه وسلم انما انا بشر و مثلکم، که من انسان مثل شما هستم. یوحا الیه که برای من وحی شده، انما الهکم اله واحد، که بدون شک خدای شما خدای یگانه است. خدای شما خدای یگانه است. یعنی پیامبر گرامی ما می فرماید که من فرستاده شده، من بشر مثل شما هستم و برای من وحی شده که ما براتون بگویم که خدای شما خدای یگانه است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که لقای پروردگار خدا آرزو داره که پروردگار خدا ملاقات بکنه در حالی که پروردگارش ازش راضی باشه، فلیعمل عملا صالحا، پس حتما عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و به عبادت پروردگار خود احدرم شریک نسازه. این چیزایی است که قرآن عظیم شان در این مورد یاد میکنم. یا است که پیامبر گرامی ما از لابلای خود قرآن کریم ما باید بشناسیم، تا ای که ما بریم از لابلای کتابای دیگه بشناسیم، در حالی که ما قرآن خود را نفهمیدیم اصلا. و اینجاست که مشکلات پیدا میشه، برای که در ذهن ما یا انسان، ما بارها یاد کردیم که یا غرض دارن یا مرض دارن. انسان است، سر انسان هیچ وقت خوار برادری کنیم، سر انسان هیچ وقت اعتماد شدن نمیتونه هستن. انسان ها یک چیز را که خوششان آمد توصیف کرده میره، امروز شما فکر کنید در قرن 21 یکان کسایی را که میخواین توصیف کنن اینقدر توصیفش میکنن که حتی امروز از سطح تمام انسان ها بالا میبرنش. ولی این خاصه انسان است، سر انسان هیچ وقت اعتماد نباید صورت بگیره، برای اینکه ما در مسائل دین منظور است، در مسائل دین ما باید به کتاب خدا اعتماد بکنیم، به کتاب خدا اعتماد بکنیم، چرا قرآن عظیم شان یگانه منبع است که مسلمان اگر برش بچسبه، اگر مسلمان برش محکم بگیرش، حتما راهش درست میشه. در غیر از او کانفیوز، مختل، مخشوش، سرگردان، سرسام، هر چیزی که نامش میمونین، برای که یک چیز را فکر میکنه که درست است، یک چیز مثل که برادر ما یاد کرد که در این کتاب در کدام کتاب آمده، اینطور فکر میشه که برادر ما خیلی کل کتاب ها را خواندن که این را نخواندن هستن. و ما هم کتاب هایی را که شما نخواندین خیلی مخواندیم حتما، یا یک جای ما شنیدیم یا خواندیم، یا یک چیزایی هست و از هم چون افسانه ها بسیار زیاد است، یه افسانه بسیار عجیب و غریب نیست برادر گل، یعنی بسیار افسانه های بالاتر از یه عجیب و غریب تر به نام پیامبر الهی، به نام دین اسلام، به نام اینا زده شده. و این که شما قبول دارین، خب امیدوار هستم که خداوند هدایت کنه ما شما را بکنه، قبول دارین، هیچ کس سر شما
شما را مجبور نمی‌سازم، پیشترم یاد دوبار تذکر دادم که نظر شما است، من نظر ما است، این برنامه برنامه ما است، من نظر خود را میگم، این برنامه برنامه ما به این معنی نیست که نظر شما را بگم، برای اینکه من نظر شما را خب ما آگاه نیستم، یگان چند خطره که من میگیرم در طول یک هفته دوستان نظر خود می ته، اگر من بتانم نظر خود را ابراز میکنم در این مورد که اون معقول ترین به نظر من میرسه، نظر که معقول نرسه من کوشش میکنم قطعش میکنم، برای از اینکه اصلا سود نداره، چرا چیزایی که نامعقول است، یک برادر ما یک خواهر ما چیزای نامعقول فکر کرده تو او را میخواهند که برای همه پخش بکنن، اصلا حیف از این وقت گرانبها که ما سر همچون چیزا بگذرانیم. یا ایست که فرضاً سوره انعام ببینیم، سوره انعام سوره ششم قرآن پاک است، آیه 50 شه خدمتتان بخوانم. برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. السلام علیکم آقای وسیم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. خواهش میکنم. از پاس که با شما نتونستم تماس بگیرم. لطف کردید مهربانه، خواهش میکنم. در دو سه چیز تصادفاً کیمیای سعادت مطالعه میکردم. بله. از امام غزالی ده. بله. باور کنین به چیزهایی برخوردیم که اصلا من تصور کرده نمیتونم. یکی در ازاله نجاست وضو سنت کردن مرد و زن نوشته کرده. بله. خب در هم سنت چه مردم سنت. همون چیزهایی است که اقتداد عربا امروز چیز میکنن که میگن که باید بله بله متاسفانه. و در ازاله نجاست با گرفتن سه تا سنگ و بچم چی کنین و چی کنین و آن قدر این مسئله خصیف است که حد ندارد. دیگه یک حدیث رو نقل میکنن که در احیاء العلومش است که هر مسلمانی که به بهشت میره 4 حوری باکره، 500 دست دوم و 8000 زن بیوه به نصیبش میشه. و این در کتاب احیاء العلوم 1348 قمری چاپ قاهره نوشته شده. متاسفانه والا متاسفانه بسیار چیزا هست واقعا. من امام غزالی هم قدر معتقد بودم که چرا بسیار فریضایش چونگیره بودم، اما این اعمال را که میخواین که شما چی بکنین باور کنیم قابل ترجمه از بدم. متاسفانه متاسفانه خواستم که در مورد همین مسائل که حدیث چه حدیث هایی هست از امام های بزرگ. بله بله کتاب ها زیاد است والا، بسیار زیاد کتاب ها بسا چیزایی است. خب برادر خواهر ما آگاهی شما بخیر باشه، خواهش میکنم بس شما هم شما به گفتار شما گوش میکنم. اتفاقا زندگانی حضرت محمد یک کتابی هم بود از زین العابدین رهنما. بله. پیامبر به نام پیامبر که از کودکی تا بزرگی تا رحلتشان نوشته بودن. بلی. و اتفاقا از زمین امام غزالی در جایی میخوانم که در کودکی سینه پیامبر رو باز کردن و رکا آمد باز از قلبش فشردن و چیزهای برآمد و پس بسته کردن. بلی. این در زمان طفولیتش بود. بله بله از چیزها زیاد نوشته شده در کتاب ها زیاد نوشته، تقریبا 7-8 قسم به 7-8 روایت آمدمی در مطالب در کتاب حدیث هم آمده. بله بسیار تشکر میکنم از شما، روز شما بخیر، از شما میکنم، خدا نگهدارتان باشه. برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. محترم آقای وسیق سلام علیکم. سلام علیکم برادر گلم، چطور هستین؟ صحت شما خوب باشه؟ مثل همیشه تشکر میکنم، شما سلامت میکشین، پروگرام ما را میرسانید. محترم آقای وسیق، سوالی که من داشتم در تبصره های اولی شما در باره آتش های زردشتی که گفتیم بعد کتاب ها گفت تک خاموش شد. بله. آیا این آتش ها وجود داشت یا نه؟ یکی. بله. و سوال دیگه که ما داشتم، خداوند بزرگ علم است که به اصطلاح از همه علمان دیگه بالاتر است. بله. خداوند بزرگ از همه اعمال ما و از گذشته و آینده ما خبر دارد. بله. خداوند بزرگ پیش از این که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به سن 40 سالگی با پیغمبری مبعوث شود، این را ما شما عقیده خاص داریم که خداوند این علم از این را داشت که این شخص پیغمبر میشه به کدام سن، چی وقت، کجا. بله. اینال اگر
حادثات رخ داده پیش از او. ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از نگاه جسمانی ها مثل ماور انسان بود، بله یک شخص بود، اما از نگاه معنوی، از نگاه علم، دانش، فضیلت، پاکی و قلب پاک بسیار بالاتر از انسان ها بود. و از نگاه معنوی ما اینه میگیم که پیغمبر ما بهترین انسان ها بود، و خاطر که کدام عیب که در انسان ها ما میبینیم در وجودشان نبود، بسیار امین بود، صادق بود، صفاکار بود و فلاسفه بسیار بزرگ دنیا بود. تشکر از شما، از نظراتتان بسیار زیاد تشکر. و چیز است، ولی من فقط یک نکته برادر محترم مکیات کردن که یعنی از که ما بیشتر تذکر دادیم که ما میتونیم بگوییم برداشت مثل بته میتونیم بگوییم که پیامبر ما، پیامبرها یعنی در سطح انسانی بالاترین بودند در سطح انسانی، اما ای که از اموی سرحدی که خط سرحدی است که از انسان وقتی از سطح انسانی بالاتر میره به دیواین یا به تقدس اینا میرسن، اون که او انسان نمیتونه باشه، هیچ انسان نرسید تا حضرت عیسی معصوم که به پدر به دنیا آمد، قرآن کریم امو خط را کاملا رسا کشیده که اولاد آدم بود و بدون شک انسان بود، مثل آدم یک انسان بود. یعنی میتونیم ما ایره بگوییم که در سطح انسان ها، بله کاملا ما هم نظرتان هستم که بسیار یعنی ما انسان های عادی نمیتونیم کارهایی ده که انبیا کرده میتونن، اوقدر عزم و اراده راسخ و آهنینه که دارن، اوقدر ایمان قوی که دارن. ما انسان ها بسیار عادی هستیم که بتونیم، اما اونا به مو سرحد رسیدن، به مو سرحد رسیدن ولی از سرحد انسانی عبور نکردن. اینه فقط میخواستم که تذکر بتم. اما در غیر از او، بله، بهترین شخصیت، بهترین تقوا، بهترین معنویت، بهترین ایمان، بالاترین ایمان، بله، اما تا سرحد و کپاسیتی که انسان داره، یعنی بالاتر از او چیزی نبود. چرا اگر بالاتر رفتیم اینجاست که باز دیگه هیچ سرحد برش قائل نمیشه انسان، چرا یک تعداد که امیره کشاندن به سرحد تقدس، حتی به حد ما کتابایی را خواندیم ناوردیم، من کتاب ناوردم، یک کتابی که من یک روز در یک کنفرانس بود در اونجا رفتم برای سیرت رسول الله تجلیل میشد، راستی کتاب گرفتم، خانه آوردم، خواندم. ما راستی گفتم فکر بکنین که چه قومت را کشاندن به یک مسیر کاملا غلط. حتی پیامبر کاملا مجزا دانست که پیامبر یعنی در حقیقت پیش از آدم بود، او در حقیقت خاک از او پیامبر فرق میکنه از خاک آدم، یعنی به این عنوان، به این عنوان چیزاییست که بازم یک برادر ما خواهد گفت که در کجایی را خواندی، من کتابش دارم، من یاد کتاب در خانه دارم، اینه از این چیزا وجود داره و متاسفانه که هست. ما ایره باید کوشش بکنیم که در پرتو قرآن عظیمشان ما مطالب را ارزیابی بکنیم، یک ذره بیشتر رای ما درست میشه. و ضمناً باز تذکر میتونم که برادر خواهر ما به هر عقیده که هستن اگر میخواین داشته باشن اشکال نداره، مربوط خودشان هست. من نظر خود را میتونم و ضمناً احساس مسئولیت میکنم که یک ذره مطالعات ما که بیشتر کردیم در خدمت شما عزیزا قرار بتم. اگر نتم احساس مسئولیت میکنم، اگر نتم مسئول خودم میدانم که چرا نمی کار صورت نگرفت، اما انتخاب به دست خود شماست. و ضمناً میخواهم تذکر بتم که اگر پیامبر ما بهترین ها بود، ما باید امروز بهترین انسان ها باشیم که امت از او پیامبر باشیم. وقت است که ما او پیامبر بهترین معرفی میکنیم. اگر ما پیامبر خودم میگیم که پیامبر ما بهترین انسان ها یا بهترین پیامبر ها هست، اما امت که من پیشتر یاد کردم که بسیار شرم آور و ننگین کارهایی کردن و میکنن و ندامت هم نمیکشن، اینا
او پیامبر را بسیار بد معرفی میکنن، فوق العاده. فکر نمیکنین برادر خواهر ما که بد معرفی میکنن. صحبت های ادامه داره، میریم به کمرشل دیگه میریم و بعد دنبال ختم کمرشل باز هم در خدمت شما عزیز هستم، صحبت ادامه میدیم. زیبا زیبا راشا ای خاک نازنین من، تو باغچه برین من، سرود بهترین من، توی تو سرزمین من. نه دل ماند که دل داری بجوید، نه سازی تا که سازی دل بگوید، نه دستی تا سری زلفی بگیرد، نه پایی تا که راه عشق بوید، نه پایی تا که راه عشق بوید. What if there was finally one perfect styling tool? One that takes short, flat hair and adds instant lift and volume. Oh, yeah. Brings dull, damaged hair back to beautiful life with incredible shine and body. We're just blushing in the shine, right? Yeah. And even transforms frizzy coarse hair to straight and smooth hair. Sound amazing? That's because it is. Look at that. It's called the Perfector Fusion Styler. The Perfector features two temperature settings, low for thin, fine hair, and high for hair that's thick or coarse. No matter what your hair type, long, short, coarse or fine, the Perfector lets you style each section to perfection. The Perfector Fusion Styler is not available in stores. Every Perfector Fusion Styler also comes with our exclusive 60-day money-back guarantee. Use the Perfector in your own home, and if you don't love it, simply return it. But keep the bonuses as our gift to you. And there's even more! Order your Perfector right now, and we'll even include free shipping. Supplies are limited on this amazing value, so what are you possibly waiting for? That's more than $130 value for just three easy payments of only $33.33. This offer won't last long. Order your Perfector Fusion Styler right now. Don't delay, call now. That's 1-800-501-2409. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین استایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچ کشی، پول وکیل و انسپکشن جبانی پرداخته می شود. اگر توسط عبید رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سموی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برای دست آزادید. شماره تماس 647-229-85. سلی چطنی رسولان
اگر میخواهید از مهمانان عزیزتان در محیط گرم و خانوادگی با غذاهای لذیذ افغانی پذیرایی نمایید، در رستوران چلی چتنی تشریف بیاورید. چلی چتنی رستوران جدید خود را در شهر لیفارس کالیفرنیا با گنجایش 180 نفر در دو سالون تأسیس نموده است. چلی چتنی، محافل خوشی، حتم قرآن عظیمشان، کنفرانس ها و هر نوع کیترنگ شما را با قیمت نازل و سرویس عالی میپذیرد. آدرس 24301 میریلند بولوارد، سویت A، لیک فورست، کالیفرنیا 92630. شماره تلفن 949-859-1778. خب بیننده گرامی، بازم مرد سلام مجدد خدمت شما و به صحبت خود ادامه میدیم و باز انشالله که پسان خطای تا را میگیریم. دوستای ما به امروشون وعده کردیم انشالله. ما میخواییم که یک چند آیه در مورد ازی که خداوند پیامبر خود را، پیامبر گرامی محمد صلی الله علیه وسلم را چطور توصیف میکنه در قرآن عظیمشان. اولی که آیه بسیار معتبره که ما همیشه تقریبا یاد کردیم سرش، صحبت زیاد کردیم سر در آیه از سوره انبیا است. سوره انبیا سوره 21 قرآن پاک آیه 107 است که خداوند میفرماید که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت به تمام عالم. ترجمه لغویش همی است که ما تو را نفرستادیم مگر رحمت به تمام عالم، یعنی به تمام عالم رحمت باید باشه، نه تنها بر مسلمان، به هر طبقه و به هر گروه و هر پیرو و هر آیین و دین و عرض رحمت باید باشه. یعنی به این معنا که ما اگر بخواییم که واقعا نشان بدیم و پیامبر خود را که رحمت به تمام عالم بود، ما امروز منعیس پیروای از او پیامبر گرامی، امی خصوصیت را ما در خود باید داشته باشیم و در عمل کرد خود ما باید پیاده بکنیم. یعنی ما باید برای همه باید رحمت باشیم، رحیم و مهربان برای همه باید باشیم، حتی کسایی که هیچ عقیده ما نیست، هیچ بدین ما نیست، هیچ به زبان ما نیست، با زبان ما صحبت نمی کنن، کلچر ما را ندارن، کاملا یک دین دیگه دارن، کاملا حتی دین نداره، کسایی که دین نداره کاملا. یعنی اگر ما راستی همین چهره واقعی پیامبره که قرآن معرفی میکنه، نه که کتابا معرفی میکنن، چرا کتابا بسیار زیاد چیزای متاسفانه نوشته کرده که هیچ به شأن پیامبر نمیخوان هستن، به این آیات هیچ تماس نمیگیره، ولی ما پیامبر خود از دید قرآن عظیمشان میشناسیم که خداوند میگه که تو رحمت به تمام عالم هستی. خب بیاییم که ما منعیس مسلمان که تسلیم خداوند هستیم و منعیس امت همو پیامبر گرامی که پیروش هستیم، یعنی پیرو به می معناست که ما امت، یعنی نقش به مو جای پای از او در حقیقت ما پای بانیم، از او پیروی بکنیم. خب او را ما از کجا باید برداریم؟ از قرآن عظیمشان، برزی که قرآن عظیمشان او را بر ما معرفی میکنه. درست دیگه کتاب ها ما را مخشوش کرد، سرگردان کرد، هر طرف برد انسان ها را. حال قرآن کریم امیر بسیار مشخص و واضح یاد میکنه که تو را ما رحمت به تمام عالم فرستادیم. به این ادقل امیر ما در خود پیاده بکنیم
رحیم و مهربان باشیم که ما فرسخ‌ها دور هستیم از او حالت، یا بگویم که مایل‌ها دور هستیم یا کیلومترها دور هستیم، هر چیزی که فرسخ دوست و برادرهای ما یک جوانهای ما خیلی نمی‌فهمند هستند، ما بسیار دور هستیم از او حالت. بیایم سر خود کار بکنیم، رحیم باشیم، مهربان باشیم، از خود شروع بکنیم، با فامیل خود و بالاخره با هر کس دیگه که در جوار ما هست، با تمام انسانها و با تمام موجودات که یا تمام زندگانها مهربان باشیم. وقت است که ما رحمت، چرا عالم حیوانات هم، یک عالم دارن. ای که پیامبر خداوند میگه که ما طرف فرستادیم رحمت به تمام عالم، حتما عالم حیوانات هم منظور هست، چون ما به حیوانات هم باید رحیم و مهربان باشیم، سنگدلی نباید بکنیم، چی رسه ای که به انسان که متاسفانه ما بسیار قسی القلب شدیم، بسیار بیرحم شدیم. و امروز گفتم چون میدیا و تکنولوژی میکشه همه چیزی خود ما میگذاریم، در کلپایش میگذاریم، در خود مسلمان ها میگذاره دیگه، یعنی بسیار شرم‌آور و ننگین شده متاسفانه. یا فرضاً در سوره 68 از سوره قلم، سوره 68 قرآن پاک آیه 4 مش بر ما میفرمای، آیه دیگه در مورد پیامبر خدا، و انک لعلی خلق عظیم، و بدون شک تو اخلاق عظیم داری. یعنی پیامبر خود را خداوند معرفی میکنه که بهترین اخلاق پیامبر داره، و انک لعلی خلق عظیم، بدون شک تو اخلاق عظیم داری. یعنی پیامبر با او اخلاق گزاره کرد در بین مردم که من اشارات کردم که امین و راستکار و امانتدار، در بین معروف مردم معروف بود. اما متاسفانه امروز که بارها یاد کردیم که مثل که دو محمد باشه، که یک محمد می قرآن پاک برش نازل شده که قرآن پاک توصیفش میکنه و میگه تو رحمت به تمام عالم هستی، و میفرمای قرآن پاک که اخلاق تو بسیار عظیم هست، یعنی با اخلاق ترین انسان بوده. اما یک کس دیگه را در ما روایات رک ساختن، بشمار روایت ساختن، یک چیز دیگه جور کردن، نامش محمد موندن و تمام روایت بر از اون نسبت دادن، و امروز او را که آدم میبینه کانفیوز کلگی هست. و می خاطر است که ایمان مسلمان باید به این کتاب باشن. اگه ایمان به او کتاب هایی که در روایت هرچی نوشته کردن خیلی کلش باید قبول بکنیم و از پیشتان کاملا یک چیزی دیگه جور میشه. اگر این کتاب قبول کردین، ایمان خود کلگی میگه من دارم، ولی قبولش بکنیم که به استاندرد امی الهی و به استاندرد کتاب خدا ما باید عمل بکنیم، در صورت پیامبر خدا ما درست بشناسیم. و چند حدیث را در این مورد اخلاق اینا خدمت شما ما بیان بکنم که از پیامبر گرامی ما نقل شد، که حدیث است که من یقین دارم اکثریت شنیدن دیده، و حدیث است که مطابق قرآن عظیم شان هست، و حدیث است که به اخلاق و عظمت و پیامبر میخوانه، و یه حدیث معتبر است که از پیامبر خدا نقل شد که مبارک میفرمودن که بایستو لیوتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدیم تا اخلاق را به شکل بهترین ها بهترینش ما تکمیل بکنم در بینتان. یعنی چی معنا میده؟ یعنی من امت را، امت پیامبر خدا باید با اخلاق ترین امت باشه در بین امت ها. آیا همونطور است؟ من کامنت نمی کنم، تبصره نمی کنم، شما خودتان بگوین. آیا امی امت امطور یک امت هست؟ اگر نیست، خب واضحیست که امت از او پیامبر نیستیم ما. اگر امو کسایی که اگر نیستن، امت اخلاق پیامبری را ندارن، واضحیست که امت امو پیامبر نیستن، پیرویزی کتاب نیستن، نامشان هر چیزی که هست. به او بایستو لیوتمم مکارم الاخلاق،
فرستاده شیم تا تمام بکنم، تکمیل بکنم بهترین اخلاق، بهترین های اخلاق را، یا برازنده ترین اخلاق را در بین امت خود من پیاده بکنم. این پیامبر گفتار خودشان است، خب در کتابا نقل شده، اما چیزایی است که به متن قرآن ایشان میخوانه. یا دیگه چیزی که از اون مبارک نقل شد که میفرمودن که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بازم در مورد اخلاق است که کاملترین شما، اکمل المؤمنین، کاملترین مؤمنین از نظر، کاملترین انسان ها از نظر ایمان، احسنهم خلقا، همو کساست که در اخلاق بهترین اخلاق دارن. اخلاق رویه، برخورد با دوست، دشمن، همزبان، غیر همزبان، با هم دین، مخالف دین، موافق دین، با انسان، با حیوان، با هر کس برخورد خوب داره، برخورد بهتر دارن. اونا اکمل المؤمنین میشن، از نظر ایمان کامل اونا میشن. البته همی قسمت حدیث یک قسمت دوم داره که و خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسایی است که بهترین رویه را با خانم های خود داشته باشند. یا مبارک می فرمودن که از صفات از او پیامبر که مطابق قرآن عظیم شان هست که من یک تعداد آدم میشنم از بعضی برنامه ها و اینا که میگن که وسیق فقط همی چند تا حدیث میگیره و دیگه قبول نداره، و من به همون خواهر برادر خود میاد میکنم، به مو عزیزا یاد میکنم که بیاین که امی احادیثی که مطابق قرآن است بیاین سر خود تطبیق بکنیم، آیستا آیستا به پیش بریم. ای چی سود داره که میگه من با کلش ایمان دارم و خبرم نداری که دو کلش چی است؟ اگر مغایر قرآن است، مخالف قرآن است، توهین به پیامبر است، توهین به صحابه است، توهین به خداست و میگه ایمان دارم، خب ایمان تو همینه به طور گرد و بد است. پس در اون صورت واضح است که ما خراب و برباد هستیم اصلا. بیامی چیزایی که مطابق قرآن است که ما خدمتتان آوردیم امیر سر خود تطبیق بکنیم که ما انسان‌های باشیم که واقعا پیروای خوب امو پیامبر گرامی یا امت خوب امو پیامبر گرامی باشیم، با امی ارزش‌هایی که او پیامبر از خود ماندن که مورد تایید قرآن عظیم شان هست. یا ایست که اگر شماها خواهر برادر من، اگر شما چیزایی دارین که با می ارزش‌های پیامبر، با می ارزش‌های قرآنی موافق باشه، نمغایرت داشته باشه و پیامبر ما را بهترین معرفی کنه نه بدترین، بیاین امور را برای من بیاین، یا برای من ایمیل بکنین، یا برای من زنگ بزنین، امور را برای من بیارین که من از طریق برنامه خودم، چون وقت من زیاد است، شکر خدای لطف و مرحمت کرده وقت کافی دارم که من برای شما، برای همه امور را پخش بکنم که واقعا پیامبر گرامی ما همچون چیزها را کرده، همچون چیزهای خوبه که واقعا نمونه یک انسانیت و شرف و آبرو هست. در اون صورت واقعا جای بسیار خوشی است. ولی اقلا امی چیزایی را که ما مدارم براتان گفتیم، حداقل دو حدیث، نه پنج حدیث، ده حدیث، بیست، هر قدر که گفتیم، پنجاه حدیث، هر قدر که ما گفتیم، تعالی براتان شاید صد حدیث، ده ها حدیث حداقل گفتیم براتان، خوبارم من مطابق قرآن کریم یافتیم، چرا سرتان تطبیق نمی کنین؟ چرا سر خود تطبیق نکنیم؟ یکی به دیگر توصیه بکنیم تا ما همو چیزا ما را میتانه یک انسان بهتر بسازه. یا پیامبر گرامی که میفرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره سرش رحم نمیشه. خب آیا فکر میکنین که مطابق قرآن است؟ خب بله، ما آیش خواندم، آیه 107 سوره انبیاره خدمتتان خواندم،
و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت به تمام عالم. خب پیامبر خود گرامی به زبان خودم یاد کردن که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره انتظار رحم و لطف نداشته باشه. از جانبی که از جانب خداوند، یعنی خدا سر از او رحیم و مهربان نمی باشه. پس چرا اینقدر بیرحمی در بین مسلمان هست امروز؟ شما آیا فکر میکنید، آیا فکر میکنید که تنها وسیقی را میگه؟ شاید تنها و من بگویم، بلی که دیگران نمیگه. آیا بیرحمی را شما نمیبینید در بین مسلمان که تنها وسیق میبینه؟ یکن دو چشم خود ما باز بکنیم خواهر برادرم، تا که آفتاب را به این روشنی و درخشش ما نمیبینیم. برین اکثر به یوتیوب بزنین، به فیسبوک بزنین، برین ببینین چی میبینین. اخبار خو میشنوین یا میخوانین؟ هر جا قتل است و انفجار است و کشتن است و خونریزی است و تکه و تکه و پارچه کردن است. اصلا حلال کردن است امروز، مثل گوسفند وارد ذبح میکنند. شما فکر میکنین که اینا پیروای همون پیامبر است؟ یا پیروای همون بت است که به نام شریف یک محمد ماندن، روایت خودشان ساختن، خودشان یک بت جور کردن، نامش محمد ماندن، او بت پرستا هستن. محمدی که قرآن برش نازل شده، او محمد است که فرموده که و ما من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره سرش رحم نمیشه. و او محمد است که قرآن معرفیش میکنه که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت به تمام عالم. به تمام عالم، نه بر عرب، نه بر مسلمان، بلکه به تمام عالم. یا اون مبارک می فرمودن که المسلم و من سلم المسلمون من لسانهی و یده، مسلمان معرفی می کردن که مسلمان چه کسی است. مسلمان به این معنا نیست که چقدر ریشش باید یک بلس باشه، یک 5 سانتی باشه، 10 سانتی باشه، به بزرگیش چقدر باشه، چه قسم باید پیرانتنبان بپوشه، یا اگه خانم هاست چه قسم چادر بپوشه و چه قسم حجاب بپوشه و چه قسم. اینا را خود نگفتند. مسلمان گفت کسی است؟ المسلم و من سلم المسلمون من لسانهی و یده، مسلمان او کسی است که دیگرا از شر دست و زبانش در امان باشه. یعنی نه با دست خود کسی را اذیت بکنن و نه با زبان خود کسی را اذیت بکنن. خب معمولا کسایی اذیت میشه که مخالف نظر است، یا مخالف دین است، یا مخالف آیین است. چرا دوستای خود کس اذیت نمی کنند؟ امونا را میگن اذیت نکنید. مسلمان او کسی است که دیگرا از شر دست زبانشان در امان باشه. چرا امروز آزادی بیان، آزادی عقیده است. هر انسان حق داره که ابراز نظر آزاد بکنه، هر انسان حق داره که آزاد زندگی بکنه، آزاد عقیده داشته باشه و آزاد انتخاب بکنه و از عبادت که میکنه خودش لذت ببره. آزاد است. چرا اونا اذیت شوند به حضرت یک طبقی که چون تو دیگه قسم نماز میخونی، دیگه قسم روزه میگیری، دیگه قسم خدا را میشناسی، مثل موارد بشناس نی؟ اون درست نیست جانبه. اینا ببینیم که تمام از اینا چیزهایی است، تمام از اینا چیزهایی است که ما را از او پیامبرم دور کرده، از قرآنم دور کرده، از خدام دور کرده. این چیزایی که مغایرت با مو قرآن خدا داره، یا مغایرت با مو اصل گفتاری که از پیامبر خدا باقی مانده امروز بر ما. ما چی کنیم که اگر صدها هزار روایت را بگوییم ایمان داریم برش؟ بی جا هست، ناروا هست. ما بلکه به چیزی که مطابق قرآن است، خوب است، یک چیزی خوب یافتیم، 4-5 تا براتون میگم. همین 4-5 تا میتونه امت را متحول بسازه.
امت را میتونه تغییر بدهستند. اگر یک میلیون شما میگین ایمان دارم، هیچ سوده براتان نداره. ولی که اول نمیفهمی که به چی ایمان داری، و دومی که چی سوده برات داره که میگه برازو ایمان دارم. امی چار پنج تا پنج تا ده تایی که ما براتان گفتیم امیر سرتان عمل بکنین. اگر چیزی خرابی هست یا برای ما بوین که نیه چیزای خراب هست و شأن پیامبر نمیخوانه. اگر نیه که میخوانه که میگی تو هم میگی ما هم میگیم که حدیث پیامبر است، خب بیاییم که همه عمل بکنیم برش، سر خود تطبیق بکنیم. سخت هست، کار مشکلی نه، کار مشکلی هست، ولی اگر تطبیق کردیم ما یک گام به سوی اسلام واقعی برداشتیم، گام به سوی اسلام واقعی برداشتیم. او وقت است که ما دیگه مسلمان ها را هم میتونیم که به سوی خود بکشانیم که اسلام واقعی همین چیزایی است که همین خصوصیات را باید یک مسلمان داشته باشد. دوستای گرامی، بازم بریم بک کمرشل دیگه میریم، بعد بازم دوباره در خدمت شما هستیم. میبینیم با شما هستیم انشاءالله. پرواکتیو پلاس، محصولی جدید برای برطرف کردن جوش‌های صورت شما. پرواکتیو پلاس نه تنها جوش‌های صورتتان را از بین می‌برد، بلکه پوست صورت شما را بسیار بسیار تمیز و شفاف نگه می‌دارد. با تلفن 1-800-386-1052 تماس بگیرید و با پرداخت فقط $29.95 با جوش‌هایتان خداحافظی و با پوست تمیز و لطیف و شفاف دل خود و او را شاد کنید. 1-800-386-1052. چلی چتنی رستوران، اگر می خواهید از مهمانان عزیزتان در محیط گرم و خانوادگی با غذاهای لذیذ افغانی پذیرایی نمایید، در رستوران چلی چتنی تشریف بیاورید. چلی چتنی رستوران جدید خود را در شهر لیفارس کالیفرنیا با گنجایش 180 نفر در 2 سالن تأسیس نموده است. چلی چتنی، محافل خوشی، ختم قرآن عظیمشان، کنفرانس ها و هر نوکی ترنگ شما را با قیمت نازل و سرویس عالی میپذیرد. آدرس 24301 میریلند بولوارد، سویت A، لیک فورست، کالیفرنیا 92630. شماره تلفن 949-859-1778. اگر به دنبال شیک‌ترین مبلمان و دیگر وسایل خانه خود در طرح‌های تردیشنال، مدرن و ترانزیشنال هستید، از بنتیز ایتالیا دیدن فرمایید. در بنتیز ایتالیا تمام طرح‌ها در زیر یک سقف فراهم شده و با استفاده از بهترین رنگ، پارچه، طرح به سراسر دنیا صادر می‌شود. 310-768-3814. بنتیز ایتالیا با بیش از 25 سال سابقه از شما دعوت می کند تا از شوروم خود در 18554 ساوت سوزانا رود در شهر رانچو دومینگس در نزدیکی فریوی 405 و 710 یا از بنتیزایتالیا.com دیدن فرمایید. 310-768-3814.
دو کارشناس و مشاور با تجربه و فعال، کاترین الیه بینش و نیک بینش، در گلدن هاوس ریل استیت برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در خدمت شما. کاترین الیه و نیک بینش با دنیایی از تجربه در زمینه ریل استیت شما را در مدتی کوتاه صاحب خانه رویاییتان می کنند. این دو کارشناس فعال شما را نیز